عصرتون بخیر عزیزان، خیلی متشکرم از این وقتی که گذاشتین و تشریف آوردین اینجا. امروز روز جهانی مبارزه با حکم کثیف و بربری اعدام هست. همزمان اینجا جمع شدیم برای اینکه صدای آزادی و حق طلبی زنان و البته مردان افغان باشیم در اینجا شهر تورنتو. من از طرف کمیته مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی اینجا هستم. این کمیته سعی داره صدای زندانی سیاسی رو به خارج از دیوارهای زندانش برسونه. ما امروز با افغانستانی روبرو هستیم که همه افراد تبعی اون کشور زندانی سیاسی هستند در داخل مرزهای اون کشور. ما امروز با پدیده عجیبی روبرو هستیم که به ناگهان مثل قارچ در کشور افغانستان، البته به یاری اون متحدانی که داشت از خروج دولت نیروهای ملیتاری کشور آمریکا از اون کشور، از پاکستان که براش طالبان رو نگه داره، از ایران که براش طالبان رو نگه داره در طول 20 سال گذشته، و ناگهان در از زیر یک ماه کل افغانستان به اشغال طالبان در میاد، تقریبا بدون جنگ به از قسمت‌های کوچیکی، و عملا پشت سر اون شاهد زندانی شدن تمام اون مردان و زنان هستیم. ولی ما اینجا دو تا زندان برای زنان میتونیم ببینیم. مردان تحت هیطره طالبان در اون کشور حق خروج ندارن، حق ابراز حرفشون، اندیشهشون، دینشون، هیچ چیزی ندارن. و زنان علاوه بر اون حق حضور در اجتماع، حق تحصیل، حق رفتن به یک دکتر، حق داشتن لباسی که خودشون بخوان و صدها حق دیگه ناگفته و ندیده فعلا خواهند بود و هستند. و این از نظر من شخصا به عنوان عضوی از این کمیته یک زندان درون یک زندان هست برای زنان افغان. طالبان ثابت کرده که میتونه برادر تنی جمهوری اسلامی باشه در اعدام هایی که به راحتی میتونه انجام بده، در ظلم هایی که به شهروندان میتونه انجام بده. طالبان ثابت کرده که میتونه بدون کمترین رحم گردن بزنه، سنگسار کنه و به معنای واقعی به خودش بباله برای این قضیه. باید در زمان حال، در قرن 21 که الان هستیم، باید جلوش وایسیم. من خبر دارم از اینکه بسیاری از زنان افغان ساکن شهر تورنتو که من باشون در تماس بودم، ازشون خواهش کردم که مرمر رو بیان، نتونستن، به خاطر اینکه میگفتن خانواده های ما در داخل خاک افغانستان هستن، اینا ما رو ببینن میرن سراغ خانواده هامون و اونا باید جزاشو بپردازن به عبارت خودشون. و واقعا این اصلا تأسف انگیزه، فقط همینو میشه گفت، نه برای این کسایی که این حرف زدن، برای عملی که در افغانستان میخواد سر اون افراد واقعا وارد بشه، به خاطر اینکه فلان فرد خانوادهشون یه جایی در اون ور دنیا حق خودشو مغتنم شمرده و اومده حرف زده. عزیزان ممنونم از اینکه اینجا هستین. یک بار دیگه باید حتما بیشتر از این روی تمام این به قولی نکات کار کنیم و از آوردن اون عزیزانمون به جایی سیف مثل کانادا، از رسوندن آب و غذا و مواد بهداشتی و دارویی به اونها. باید ارگانایز بشیم، باید پول جمع کنیم براشون، باید کاری کنیم که طالبان هر چه زودتر بره، و از همه مهمتر، از همه این حرفا مهمتر، باید به هر کشوری که بتونیم فشار بیاریم برای اینکه طالبان رو، حکومت کثیف، گروه کثیف طالبان رو به عنوان یک حکومت نشناسن. خیلی ممنون از وقتتون. مرسی. Merci.